میرسیم به مبحث منوهای تحرکدار. همونطور که شما دیدید برای ایجاد یک منوی معمولی ما میایم توی قسمت گرافیکالمون، حالا اگر من بتونم اینجا نشونتون بدم، اصلا من این منوی قبلیم پاک میکنم، اد منو رو میزنیم و حالا اون چیزی رو که میخوایم بهش اضافه میکنیم که در واقع این منو اینجا ایجاد میشه، یا میتونیم توی اینجا روش دابل کلیک بکنیم و وقتی واس شد اون عکس مد نظرمون رو اینجا درگ بکنیم اینجا، یا عکسمون رو درگ بکنیم و به عنوان ست بک‌گراند انتخابش بکنیم. هر سه راه قابل اجراست. اما اگر بخوایم همین منو رو بهش یه تصویر متحرک نسبت بدیم چطور؟ یعنی به جای اینکه یه عکس داخل اون باشه، یه تصویر متحرک باشه. من به طور مثال اینجا این منو رو توی نرم افزار موشن اپل درست کردم و خروجی ازش گرفتم، تبدیلش کردم به یه فایل MPEG 2 و حالا آماده است که توی نرم افزار DVD-C Pro استفاده بشه. به همون راحتی که شما عکس رو درگ کردین، میتونین این منوها رو درگ بکنید و هیچ تفاوتی نداره. یعنی شما اگه بیاین توی گرافیکال میتونید این رو درگ بکنین اینجا، یا اینکه بیاین اینجا و این رو درگ بکنین اینجا، دقیقا همش یه کار انجام میده. و با زدن این رانینگ من که تست میکنه برای شما حرکت و انیمه کارتون رو، میتونید ببینید که موشن منوتون به چه شکل خواهد بود. خب حالا ممکنه شما بگین که من اینجا هیچ تکسی ندارم، هیچی ندارم، چطوری میتونم از این نوشته ها استفاده کنم؟ به همون راحتی که ما دفعه قبل کار کردیم، ما اگر اینجا با هم ببینیم، من میتونم بیام اینجا این باتن شماره یکم رو فرضاً روی شروع فیلم بذارم و مثلا باتن شماره دوم رو روی اینجا بذارم و یه خورده حالا مثلا کوچیکترش بکنم، اسمش هم میتونم عوض بکنم، مثلا دومی رو بذارم ایندکس، اولی رو بذارم پلی. همونطور که گفتم این اسم ها دیده نخواهند شد توی کار نهایی، فقط برای اینکه خود ما راحت تر بتونیم تشخیص بدیم که به چه صورت داره کار دنبال میشه. سومی رو من اسمش رو میذارم بکستیج چون پشت صحنه هاست، و چهارمی هم که عکس های ماست میتونم اسمش رو بذارم سلاید شو، یا حالا هر چیز دیگه ای که مد نظر خودتون باشه. این اسم ها فقط برای اینکه خودتون بتونید راحت تر کار بکنین باهاشون. من این چهارمی رو مثلا میذارم فوتوس. خب همونطور که شما خاطرتون هست، ما میتونستیم اینجا اون فیلم مد نظرمون رو درگ بکنیم روی اون آیکون مورد نظرمون و اون چیز خاص رو، حالا فیلم اسلاید شو یا هر چیزی، بهش نسبت بدیم. خب به طور مثال من اینجا فیلمم رو که همین آنون پلیسه، البته خب خود فیلم رو من مستقیما نمیخوام این کار بکنم چون یه ترک ازش درست کردم که اولد مووی ترکه، اون رو میارم اینجوری درگ میکنم روی پلی و به جای ست اسست که میاد بک‌گراند ایجاد میکنه برای خود این که همچین اتفاقی میفته، من میخوام کانکت تو ترک رو بزنم. یه خورده هم ممکنه اینا رو بخوام جابجا بکنم، البته مشکلی نداره. خب حالا اگر من سیمیلیت رو بزنم، بیام تو گرافیکال و ببینم که بله همه چی درسته و فرست پلی تنظیم نیست، فرست پلی رو روش تنظیم میکنم، سیو میکنم و سیمیلیت رو وقتی من میزنم، شما همونطور که میبینیم اول منوی من پخش میشه، بعد اینها میان و دست من، در واقع آیکون من روی هر کدوم از اینها که بره مشخصا تغییر خواهد کرد و اون چیزی که مد نظر منه، حالا اینجا فیلم پخش میشه، یا مثلا اگه هر کدوم از اینها هم اکتیو باشن، به طور مثال من اگه اینجا یه اسلاید شو ایجاد بکنم و حالا توی این اسلاید شو عکس هام رو درگ بکنم، و حالا مثلا صداشم بهش نسبت بدم و بیام توی آوتلاین اسلاید شو رو بیارم روی فوتوز و کانکت تو اسلاید شو. شما همونطور که میبینید اینجا این تصویر سیمیلیت میشه، منو پلی میشه تا جایی که شما میتونید اینها رو انتخاب بکنید، مثلا شروع فیلم یا عکس ها، و من اگه عکس ها رو بزنم همونطور که شما انتظار داریم وارد قسمت عکس ها میشیم، یا اگر من شروع فیلم رو بزنم وارد خود فیلم میشیم. خب چیز عجیبی تا اینجا ما با هم ندیدیم. اما شما ممکنه بگین که من به غیر از این که میخوام خود در واقع
این تصویر رو ببینم و خود این آیکون ها رو داشته باشم، میخوام همون اتفاقی که قبلا افتاد، یعنی وقتی موس یوزر یا کنترلر یوزر رو هر کدوم از اینا میرفت و یکی از اینا انتخاب میشدن، دوباره همین اتفاق بیفته. یعنی مثلا وقتی این دست میاد اینجا، این رنگش عوض بشه یا یه اتفاق دیگه بیفته یا یه چیزی اینجا روشن بشه نشون بده که این شور فیلمه یا هر چیز دیگه‌ای که باز از نظر گرافیکی مد نظر خودتون و براتون مهم و جالبه.